از همه مهمتر ارزش جان زن نصف مرد است. در دادگاه شهادت زن نصف شهادت مرد اعتبار دارد. این به ویژه در موارد تجاوز به عنف یا اعمال خشونت بسیار ناعادلانه است. If the man says no, I did not assault a woman, and a woman says yes, you did, she has no chance of obtaining a conviction against the man. Even worse, the woman would subsequently be indicted for bringing false testimony. ایران نسبت به جمعیتش بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد. غیر از قتل، زنا، در اختیار داشتن مواد مخدر، اعمال همجنسگرایانه و حتی اعتراض مدنی مستوجب اعدام دانسته می شود. سن مسئولیت قانونی در برابر جرم برای دختران 8 سال و برای پسران 14 سال است. اگر دختری 8 ساله مرتکب جرمی مستوجب اعدام شود، در زندان محبوس میماند تا در روز تولد 18 سالگیش اعدام شود. For certain crimes the death penalty is not administered by hanging but by stoning. And stoning happens in a way but you're being buried in sand or in the ground up until your waist. And the rule is if you manage to get out while people are throwing stones at you, you are free. You can leave. That's the rule for a man. However, women are not being buried up until their waist, but up until their breast, with their arms also being buried. چه تضادی است میان گرما و فضای سالم این خانه و آن ایران دیگر آن سوی دیوارهای این خانه. و چه شجاعتی حال آنکه می دانند از دست این حکومت چه بر می آید. اما شاید با حرف زدن بیشتر در امان باشند. The fact is that Neda's family now belong to the whole nation. So they are, people feel responsible towards them. Anything that happens to them will just incite a new rage. And I'm sure that the government doesn't want that. So somehow, yes, they are protected by the love of the people of Iran towards Neda. خانواده ندا از گفتن هیچ چیز کوتاهی نکردند. شعرهای ندا، دفتر خاطراتش. روز به روز ملاقات، ملاقات، ملاقات با امیر، مردی که از نوجوانی عاشقش بود و در 21 سالگی در سال 1383 با او ازدواج کرد. 3 سال و نیم با هم زندگی کردن، بعد جدا شدن. البته جدا شدن که دو تا فرهنگ متفاوت بودن. بله، خانواده شوهرش مال کاشون بودن که مال خودم ندا که برای تهران دو تا فرهنگ متضاد بودن. امیرو دوست داشت، زندگیش هم دوست داشت. خیلی هم سعی کرد به عناوین مختلف زندگیشو نگه داره. همیشه میگفتش که اون جوری که مثلا من شاید مثلا به یک کسی عشق میدم، شاید اون آدم اونجوری به من عشق نده. نه، چجوری میگم، مثلا شاید یه جوری توقعش خیلی نسبت به سر چیزا بالا بود از نظر احساسی عاطفی. روی این حساب شاید اون از اون روابط عاطفی که شاید خود ندا دوست داشت هیچ کس نتونست مثلا ارضاش کنه. چرا کتاب همش مال نداست؟ کتاب‌های ندا از جمله کتاب‌های ممنوعه‌اش را با غرور نشان دادند. سیدارتای هرمان هسه، آخرین وسوسه مسیح، 100 سال تنهایی، بلندی‌های بادگیر برونته. Almost all the books that she's reading are books that by nature are subversive of what the regime preaches. اینم خیلی دوست داشت تحول. Wuthering Heights is interesting to me partly, of course, because it was very dangerous. It is about love and passion and the sacredness of the profane. و در کنار بلندی های بادگیر، کتاب آزادی یا مرگ کازانزاکیس. These books are so different, and that shows the curiosity. A mind that just wants to know, has the urge to know. آتش دانستن و به قول مادرش ایمان قوی، ندا را برای تحصیل در الهیات به اینجا آورد.
دانشگاه آزاد تهران. زنان را قبل از ورود به دادگاه یا هر ساختمان دولتی بازرسی می کنند تا مطمئن شوند آرایش ندارند و پوشش مطلوب حکومتی را رعایت کردند. چادرم داره بذار سرش کنه. I went to high school in Iran, and it would happen at the high schools where they would line us up and they would inspect to see if any of the girls had makeup. They would inspect to see if you were properly dressed, if your hair was showing. And the way the women would treat you, it was awful, really. The way they would slap you on the cheek if you had makeup, or come with something and wipe their makeup off very hard and harsh. It's very humiliating for women. دختری که اسم مستعار او الهام است با ندا هم دانشکده‌ای بود. برای حفظ خانواده‌اش در ایران هویت او مخفی خواهد ماند. Once Neda was arguing with one of these women about her nail polish or maybe the red lipsticks she wore, and I was just arrived and I was also wearing red lipsticks and pinky high heels, which is completely forbidden in our university. And that woman was very busy arguing with Neda, and Neda wink an eye to me like, okay, go, I'm already fighting with her. And I was just sneaking from behind her, ran away and go to the university. She even started arguing much louder, so the woman put all her attention to Neda, and I was just sneaking from behind her and then ran away, go to the campus. بعد از فقط دو ترم ندا دانشگاه را رها کرد. با رشته مشکل نداشت. به قول من حاشیه مشکل داشت. میگم مثلا میخواست بیاد اون استاد بیاد بگه خدا اینی که شما ها مثلا الان میشناسید نیست. به قول معروف خدای همون خدای جبار و متکبر و منتقم و مثلا یه خدای سختگیر و بد میخواست جلوه بده. این قبول نمیکرد. مثلا میگفت نه خدای اینی که شما میگی نیست. خدا میگه مثلا اینجوری. The whole idea with this regime is that because they confiscated religion and turned it into an ideology, they deprived it of everything that makes religious humane, of everything that a girl like Neda would be attracted to. So this government, in fact, destroyed religion by claiming it and confiscating it. Young people are turning away from religion in droves because they look and see what the government is doing in the name of religion. When they mention the name of God, you say in Arabic, it's Bismillah Rahman Rahim. What does that translate to? In the name of God, the compassionate and the merciful. It's what you say. It's what you say as you... And yet this lot have interpreted this almost as if to say in the name of God, the bad-tempered and nasty. مادرش میگوید که ندا تصمیم گرفت کاری را پیشه کند که به او امکان سفر میداد. میگفت مامان من نمیتونم ایران زندگی کنم. اگر یک روزم به عمرم باقی مونده باشه من باید از این ایران خارج بشم. رفته بود فشرده درس استانبولی یاد گرفت. ترکیه استانبولی که بره ترکیه زندگی کنه بره استانبول. ندا بارها و بارها به ترکیه سفر کرد. گاهی هم به عنوان راهنمای تور. در ترکیه می توانست هر چه می خواست بپوشد و آزادانه با دوستانش بیرون برود. اما در ایران فقط پشت درهای بسته آزاد بود. ندا شیفته رقص عربی بود و موسیقی پاپ غربی و ترکی. فراتر از همه موسیقی گوگوش. منو از یاد بردی ستاره ایرانی. من همون ایرانم. ندا به کلاس آواز می رفت و ترانه های خواننده محبوبش گوگوش را تمرین می کرد. در ایران زندگی کردم و دقیقا
این دوره رو زندگی کردم، همین دوره‌ای که ندا گذرونده. من هیچ گونه اجازه حضور نداشتم، یک ماه زندان بودم، 4 بار در زندان اوین بازجویی پس دادم. گوگوش سرانجام ایران را ترک کرد و دوباره توانست برای مردم بخواند. ترانه های گوگوش عمیقاً به دل ندا می نشست. من همون ایرانم، من همون ایرانم. چقدر زیباست این احساس من مچ میکنه با احساس ندا. صدای اون رساتر به گوش من و همه دنیا رسید. اونم سراغش اما میگه. هرچه خانواده ندا از زندگی شخصی ندا بیشتر میگفتند، تصورش به عنوان این نماد بزرگ آوای ملت دشوارتر میشد. اینجا دختری بود که میخواست همیشه برازنده باشد. به باشگاه بدنسازی میرفت. سفت و سخت رژیم میگرفت. دختری که میخواست موسیقی گوش کند و کتابهای محبوبش را بخواند، که خودش را غرق جذابترین مد روز کند، که آرزوی رابطه عاطفی را داشت که در آن تمام عشقش را نثار کند. از خیلی جهات دختری مثل دخترهای دیگر در هر جای دیگر، اما اینجا هر جایی نبود. اینجا جمهوری اسلامی ایران است که در آن حتی پوشش آدم بار سیاسی دارد. ندا became a heroine not because she was different, but in fact she shared the same desires with millions of young girls who live around the world. They all want the same thing. آنچه ندا را از میلیون ها دختر جوان دیگر متمایز می کرد، شجاعت و توان استثنائیش بود. و سال گذشته در خرداد ماه این توان آزموده شد. رئیس جمهور تندروی وقت ایران محمود احمدی نژاد به دنبال آن بود که یک بار دیگر انتخاب شود. تمام ماجرا از ابتدا مشکوک به نظر می رسید. Most of the manipulation and fabrication have happened before the elections. Ahmadinejad had access to government resources. He went around the country and spent money like there was no tomorrow. He was paying people hundreds of thousands and millions of dollars to vote for him. Building schools here and there, building roads all over the country. And they didn't even care about finishing the roads. They just started the roads in order to get the votes. بحث آب آشامیدنی روستای سید احمد خمینی تصویب شده، امسال انشالله بهتون میدن. آقای سیدی چش، مخلص شما هستیم. اما این تنها آغاز کار بود. 475 نفر برای نامزدی انتخابات ثبت نام کردند، اما بعد از بررسی فهرست نامزدها از سوی شورای نگهبان صاحب قدرت، تنها 3 نام دیگر به جا ماند. در ظاهر به نظر می رسید که هر 3 چهره‌های مطمئن نظام هستند: موسوی نخست وزیر سابق، کروبی رئیس اسبق مجلس، و رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران. This was not a revolution in the making. This was simply an election under the rules established by the Islamic Republic. و این برای ندا و میلیون ها جوان دیگر هیچ اهمیتی نداشت. قبل انتخابات میگفت مردم سر کار. گفت اول آخرش معلومه احمدی نژاد رئیس جمهور میشه. کسی که اینقدر طرفدار داشته باشه هیچ وقت نمیذاره رئیس جمهور شه. میگفت وقتی عالم جوان پشت سر یه آدم بیاد خطرناک میشه. بعد اتفاق قابل توجهی رخ داد. برای اولین بار نامزدهای رقیب در مناظره های تلویزیونی با احمدی نژاد رو در رو شدند. مناظره ها جمع عظیمی مخاطب جذب کرد. یه موج، من گفتم هیچ کدوم از اینا رو قبول ندارم. کار اقتصادی پولدار شد. با وقت کار نباید. یه خاطره ارزم تمام.
What those debates did was define for people what they disliked about Ahmadinejad.